سلام، ممنون که این ویدیو رو کلیک کردی. من یه زمانی توی کانال هم خیلی بازارهای مالی رو بررسی میکردم یه چند تا ویدیو خیلی معروف شده بود توی بولران قبلی کریپتوکارنسی و خب ما وارد بر مارکت شدیم سال 2022 کلند بازار خرسی بود و هیچ اتفاقی توی بازار نیفتاد یه سری اتفاقاتی توی بازارهای مالی افتاده به خصوص کریپتو و بازار سهام و همینطور حالا بازار فارکس که بررسی میکنیم یه من مجبور شدم یه ویدیو بذارم میخواستم دیگه زیاد حالا موضوعات کانال رو پخش و نکنم ولی چاره نیست چون من علاقه دارم و میدونم که میخوان از کسایی که از قدیم منو می چیزی که من بعد از حدود چهار سال تریدینگ بهش رسیدم اینه که 90 درصد تحلیل رو, رو روی تکنیکال میزنم و 10 درصد فاندامنتال حالا دلیل اینو توی یک ویدئوی مجزا توضیح خواهم داد میخوام با چند تا نکته فاندامنتال راجع به سال 20 2024 شروع کنم اتفاقاتی هستن که در کلندر اکنومیک یعنی در تقویم بازارهای مالی هر سال تکرار میشن و روی قیمت تاثیر میذارن که تصمیمات بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو هستش گزارش های کشورها از تولید ناخالص ملی همون جی دی شون هستش تو، گزارشات تورم هستش و یه سری موارد دیگه مثل اینکه چقدر آمار بیکاری رو در واقع کشورها میان اعلام میکنن اما دو تا مسئله اصلی هستش که روی بازار سهام و بازار کریپتو خیلی تاثیر خواهد گذاشت من سهام که میگم سهام بین رو میگم با ایران متاسفانه کاری ندارم بیشتر روی بازار آمریکا و اروپا تمرکز میکنم این دوتا اتفاق مهم نشست های FOMC یا فدرال Reserve هستش و اتفاق بعدی هم گزارش های تورم آمریکا که هر ماه اعلام میشه و بهش میگن CPI پی آی مختلفی ما داریم پی, پی آی داریم CPI داریم و انواع مختلف مهمترینش Consumer پرایس ایندکس یا CPI آی هستش که تورم مصرف کننده است خیلی مهمه توی سایت فدرال رزرو اگه وارد بشید تمام میتینگ های تاریخ های میتینگ های FOMC رو براتون نوشته که مهمترین اتفاق بازار هستش و اگه ترید میکنید سر اون در واقع روزها خیلی باید مواظب باشید و اینا هم تاریخ های CPI هستش که باز هم مثل FOMC البته FOMC بعضی ماه نیست ولی CPI هر ماه برای تورم در واقع نقطه به نقطه و انواع تورم های مختلف در واقع ماه قبل اعلام میشه تاریخ بعدی که CPI اعلام میشه تقریبا یه هفته دیگه 8 مارچ هستش خب بریم دیگه وارد بحث مورد علاقه من تحلیل تکنیکال بشیم من یه پستی دو ماه پیش گذاشته بودم توی بخش کامیونیتی یوتیوب من زیاد اون بخش کامیونیتی فعال نیستم فقط سه نفر لایکش زده بودن و اون قیمت بیت کوین هزار دلار بود و گفتم که بیت کوین یک ترین، ترن لاین مورب بسیار قدیمی که از آل تایم های سال فکر کنم 2017 2018 شروع شده رو شکسته من خیلی بولیش هستم انتظار دارم که قیمت رشد کنه در این نقطه و قیمت 42 هزار بود و الان امروز به 57 هزار رسیده بعد از دو ماه و امیدوارم اون سه نفری که این پست رو دیدن استفاده کرده باشن از این سیگنال که من دارم سیگنال ما کلا زیاد نمیدم اهلش نیستم ولی این دیگه خیلی زیاد تابلوی بود برای من دو ماه پیش توی قسمت کامیونیتی یوتیوب اعلام کرده بودن کامیونیتی اگه باش آشنا نیستید هر کسی میتونه مثل هر مثل فیسبوک توییتر یا اینستاگرام توی یوتیوب هم میشه پست گذاشت که عکس یا مثلا متن باشه من همیشه تحلیل تکنیکالم هم رو از دی, دی ایکس وای شروع میکنم که شاخص دلار آمریکا هستش برابری دلار آمریکا در برابر یک بسکتی یک سبدی از ارزهای مختلف دیگه که اصلی ترینش یورو هستش این شاخص در واقع مود بازار رو مشخص میکنه که ریسک آن هستش یا ریسک آف وقتی که ریسک آن هستش یعنی فعالین بازار و سرمایه گذاران میان پول رو وارد بازار میکنن و این باعث میشه که سهام و کالاهای ریسکی مثل کریپتو بالا برن اما وقتی که ریسک آف هستش این نشون میده که فعالین بازار زیاد مایل به ریسک کردن نیستن و چشم اندازی برای بالا رفتن ارزش سهام و کریپتوکارنسی نیست خب اول من یه عذرخواهی بکنم که من چارتام خیلی خط خطی هستش من توی تحلیل تکنیکال از تکنیک پرایس اکشن استفاده میکنم و فقط هم از ترند های مورب و بیشتر از ترنلاین های افقی که بهش لول های افقی هم میگن در پرایس اکشن استفاده میکنم که میبینید روی چارت هم هیچ چیز دیگه ای نیست درست شلوغه ولی فقط خط های و افقی هستش این نمودار هفتگی دلار آمریکاست میبینید که یک اوجی داشته توی اکتبر 2022 که در واقع همون اوجش کف بازارهای مالی دیگه بوده سهام و کریپتوکارنسی بوده خب میبینید که ما یه ریزش شدیدی رو داشتیم بعد از اون اوج اون سال و این همون در واقع سرآغاز بولران کریپتوکارنسی uh, و سهام در سال 2020 پارسال بود که و بعد وارد یک uh, بخش کانسولیدیشن و تثبیت قیمت شدیم که اینجا uh, وقتی که ما بریش کانسولیدیشن رو در دلار آمریکا میبینیم uh, معمولا مومنتوم کریپتوکارنسی و سهام بولیش هستش و به سمت بالا هستش و اینو حالا تو چارت بعدی مشاهده خواهیم کرد بعد uh, یک رشد دیگه رو داشتیم که اینجا در واقع سقوط بازارهای ریسکی بود و دوباره به یک ترن لاین رو در واقع درست که این ترن لائن خیلی خط مهمی هستش توی چارت فعلی دی اکس این خط موربی که مشاهده میکنید یک خط مورب بلند مدت هستش تو چارت هفتگی و سه بار چارت دی وای بهش واکنش بسیار مهمی نشون داده هر بار که قیمت دلار به این خط ترن لاین رسیده اونجا جایی بوده که وقت خرید کریپتوکارنسی و سهام بوده و در کل چارتش بریش هستش نتونسته این خط ترین, لاین تا... رو بشکنه تا مادامی که ما برای این ترین لاین مورب نریم همچنان ما در حالت ریسک آن در بازارهای مالی هستیم یه چارت دیگه که خیلی مهم هست نرخ سود اوراق قرضه ده ساله در آمریکا هستش که ما اینو میخوایم که به سمت پایین باشه چون هرچی این سود بالا بره سرمایه وارد اوراق قرضه میشه چون سود خوبی میده و ما میخوایم این سود بیاد پایین که سرمایه گذارا وادار بشن پولشون رو وارد بازارهای دیگه بکنن این بریک که ما از سال 2020 داشتیم در واقع اینجا که کف سود اوراق قرضه بوده اونجا اوج کریپتوکارنسی و بازارهای مالی بود در حال حاضر داریم یه حالت سر و معکوسی رو مشاهده میکنیم تو این چارت اینجا یه گردنه اینجا سرشه و اینجا به احتمالا یه حالت گردن دیگه خواهد شد و قیمت تا این ترند لاین قرمزی که اینجا من کشیدم پایین خواهد اومد چیزی که به نظر میاد چون این رابطه مستقیم با دلار آمریکا داره همونطور که دلار آمریکا بریش هستش این سود اورا قرضه هم چارتش فعلا بریش هستش البته به یاد داشته باشین که من خوشبین هستم به بازار مالی برای سال 2024 هستش یعنی اینجوری نیست که برای هفته دیگه یا یه روز دیگه این ویدیو دید مدت داره اینجوری نیست که الان هفته دیگه مثلا بیت کوین چی گفتی که اوضاع خوبه نه من دارم طولانی مدت به تایم فریم ده ماه تا پایان سال 2024 صحبت میکنم خب بریم وارد بازار سهام بشیم شاخص S&P شاخص اصلی بازار سهام آمریکا رو بررسی میکنیم تا هفتگی این سقوطی که اینجا میبینید سقوط معروف کووید در مارچ یعنی کرونا در مارچ 2020, 2020 هستش که اونجا بعد از استارت چاپ پولی که بانک های مرکزی دنیا به خصوص بانک مرکزی آمریکا زدن این بولران و رشد پارابولی که از این رو ما دیدیم تا در واقع دقیقا همون جایی که دلار آمریکا پیک زد در سال 2022 بعدش وارد بیر مارکت شدیم م. یعنی بازار نزولی و این کانسالیدیشن این قسمت که در واقع سال 2020 تا وسط های سال 2023 هستش کانسالیدیشن بیریش ما بود اینجا ما یه فیک بریک اوت به سمت پایین داشتیم توی این ترین لاین مورب همین عدود 3-4 ماه پیش بود که همه فکر کردن کار بازار تمام و قرار سقوط کنه بیاد مثلا اینجا و ی تاریخی رو شا... شاهد باشیم اما د... اونجا دقیقا کف بازار آ... بازارهای مالی حتی بیت کوین و بازار سهام بود که یه رشد که از اونجا ما آ... شاهد هستیم و چارت خیلی بولیش هستش چون خب کوردیشن معکوس با اون دو تا چارت قبلی داره که بهتون نشون دادم طبیعتا وقتی اون بیریش هستن این بولیش هستش و آ... اومده آل تایم های خودشو که اوج تاریخی خودش که در ژانویه 2022 بود رو زده و معمولا وقتی شما تاریخی، به صورت تاریخی میایید اس رو بررسی میکنید وقتی که بعد از یکی دو سال اومده اوج تاریخی خوش رو زده این رشد ادامه دار بوده و اینجوری نبوده که حالا اوج تاریخی رو بزنه و دوباره برگرده بیاد زیرش فعالین بازار خیلی خوشبین هستن که ما در ادامه سال 2024 این خود خود به شخص من تارگت هم بر اساس فیبوناچی این قیمت 5500 برای شاخص سهام آمریکا هست هستش الان حدود 5069 هستش و این تارگتیه که خیلی بدبینانه است تارگت خو... خوشبینانه هم شده 6000 دلار یا 5800 برای آخر سال 2024 هستش خب بریم وارد مبحثی بشیم که اکثر کسایی که این ویدیو رو نگاه می‌کنن دنبال اون هستن و اون هم بیت کوین کریپتو کارنسی نمودار هفتگی بیت کوین رو مشاهده میکنید خیلی چارت جالبیه یه دابل تاپ ما توی سال 2021 داشتیم که خیلی چیز عجیبی بود و بعد از اون وارد بیر مارکت وحشتناکی شدیم قیمت کفش 15700 بود تا اونجا اومدیم خیلی‌ها فکر میکردن که ما تا اوردراشون رو رو 3000 دلار و 10000 دلار و این دریوریا که دیدیم اتفاق نیفتاد و این خط قرمزی که اینجا من کشیدم این ترند لاین بسیار مهمیه که از اوج بولران سال 2017 کشیده شده و ما از وقتی که بالای این خ... قرمز اومدیم بولران ما شدت گرفت اما در واقع بولران از اینجا شروع شد از سپتامبر سال 2023 شروع شد که از اونجا این کندلای هفتگی اکثرا سبز بوده اینجا یک کانسولیدیشن بولیشی داشتیم و بعد دوباره پارابولیک میره بالا ببینید بولران ها خیلی هاتون شاید بولران های مختلف سایکل های هاوینگ قبلی بیت کوین رو تجربه کرده باشید وقت خرید بهت نمیده یعنی وقتی که فهمیدی بولرانه باید سریع وارد بازار بشی اد اصول در نیار و منتظر پول بک و این دریوری ها رو نیار یک سال دور خودش میچرخه در از دو ماه یه دفعه مثلا 80 درصد سود میده برای همین مثلا من خودم خارج از بازار شده بودم و جایی که وارد شدم روی مثلا سی هزار, سی سه هزار بود روی دو هزار هم که دیدیم اون پست رو دو ماه پیش توی یوتیوب هم گذاشتم امیدوارم خونده باشید اونو فرصت بد نمیده این اصلا حالا بیت کوین که کریپتوکارنسی که خیلی وحشی هست کلا بازارهای مالی وحشیه چون کسایی که گنده های بازار هستن وردرهای کلان میذارن تا سرمایه‌گذاران خرد نتونن سوار بشن روی اون موج ما در هاوینگ های بیت کوین همیشه افزایش قیمت شدیدی رو تجربه میکنیم اینجا از هوش مصنوعی خواستم که برام بگه در سایکل های قبلی بیت کوین سه ماه قبل و سه ماه بعد از هاوینگ چه اتفاقی افتاده در نوامبر 2012 150 درصد در سه ماه قبلی رشد کرده و 4500 درصد بعد از هاوینگ و می‌بینید که هی رشدها کمتر شده مثلا توی هاوینگ دوم 150 درصد بوده هاوینگ سوم 100 درصد و شاید حالا تو هاوینگ چهارم که داریم بهش میرسیم مثلا چه رود 70 درصد باشه اینجا ما یه ترند رو داریم که از وضع کردن دو تا اوج قبلی بیت کوین به دست اومده من تارگتم اینجا هستش که خیلی تارگت حالا بدبینانه و کانسرواتیو و محافظه کارانه 81 هزار دلار هستش من اونجا شاید از بازار خیلی خارج بشم و ببینم بعدش چه اتفاقی میفته ولی الان تو اسپات بیت کوین خیلی دارم جایی هستش که واقعا خوشبین هستم ببین این مقاومت که حدود 52 هزار تا بود اینم شوخی نبود که اینطور شکسته شد و ممکن حالا در کوتاه مدت یه پول بزنه اما به نظرم 100 درصد ما به اوج 66 هزار دلار اون اوج قبلی بیت کوین آلتایم قبلی خواهیم رسید و شاید اونو بشکونه و اگه اونو بشکونه تارگت بعدی من 81000 دلار هستش توی بیت کوین برای بررسی بیت کوین مدل های مختلفی طراحی شده یکی از اصلی ترین ها استاک تو فلو مدل هستش که بر اساس رشد تاریخی قیمت طلا به عنوان یک کالای شبیه بیت کوین یک کامودیتی اسکرس یعنی کامودیتی کمیاب مثل بیت کوین طراحی کردن تا رشد قیمت بیت کوین رو پیش بینی و تحلیل بکنن ببینید توی این قسمت ما میبینیم که بیت کوین یه دیویشن یا یک انحراف بسیار شدیدی رو به سمت پایین از اون قیمتی که باید داشته باشه تجربه کرد اولین بار بود که انقدر پایین میومد بیت کوین از قیمتی که باید باشه طبق این مدل اما الان دوباره اومده و به اون قیمت استاک تو فلو رسیده و حتی یه خورده ازش بالاتر زده اگه تو این نموداری که اینجا امیدوارم ببینید تو این نمودار دقت بکنید هر بار که بیت کوین اومده زیر قیمت استاک تو فلو و کنسولیزیشن کرده به مدت طولانی وقتی که به قیمت این مدل رسیده ما یک بولران شدیدی رو شاهد بودیم ببینید هر بار که وقتی که این خط نمودار قرمز بوده یعنی اومده بالاتر از اون چیزی که باید باشه و اونجا هستش که ما وارد بازار باشیم و خیلی وقتی از پیش این مدل دور شد که این اوج قرمزی هستش که این پایین میبینید اونجاها ها وقت فروش هستش اما اتریوم رو هم بررسی بکنیم اینجا بیشتر ترنلاین های افقی ها ما داریم اما یه دونه ترنلاین مورب مهم داریم اینجا شروع شده این میتونه تارگت ما برای این سایکل باشه مثلا حدود اینجاها که در واقع اوجش هم از این 4700 البته اگر بیت کوین اوج تاریخیشو بشکونه به احتمال زیاد اتریوم هم اوج خواهد و یه جاهای این بالا شاید تارگت ما برای این سایکل باشه ولی تارگتی که حالا من به صورت محافظه کارانه دارم اینه که البته یه مقاومت خیلی مهمی رو روی 3600 داره ببین اونجا چی کار میکنه ممکنه یه پول بکی رو وقتی که به اون قیمت ها میرسه شاهد باشیم پول بکاش هم وحشیه در بول مارکت درسته که وقتی میره بالا وحشیه وقتی میریزه هم وحشیه و نباید بترسی تو بول مارکت وقتی که قیمت میریزه چون اونجاست که تازه بازیگرای جدید وارد بازار میشن فقط باید بتونی تایمین کنی که آخر بول مارکت قبل از اینکه به ته بول مارکت برسیم از بازار خارج بشی که تحلیل تکنیکال به ما کمک رو میکنه مثلا این تارگت که من اینجا بهتون میدم حدود مثلا 4600 اینا میتونه جایی باشه که خیلی جدی وارد و سیو سود بکنید عرض دیگه ای که من خیلی دوست دارم سولانا هستش این چارت هفتگیشه که میبینید پرچم بولیش خیلی تابلوی و زده این کندل وحشتناک رو زده که معلومه های بسیار بزرگی در اون لحظه وارد بازار شدن با اینکه حامی اصلی ارز سولانا و اکوسیستم سولانا که آقای سم فرید بود کلاهبردار از در و صرافی اف تی اکس ورشکست شد و یک فاجعه عظیم و رسوایی عظیم بود برای صنعت کریپتوکارنسی اما همچنان می‌بینیم که ارز سولانا به خاطر ویژگی خاصی که این اکوسیستم داره این بلاکچین داره فعالین بزرگ بازار وارد شدن توش توی بول مارکت جدید و این گاد کندل برای اون بخ... به وجود اومده و خب این پرچم بولیش هستش تارگت حتی کوتاه مدت که من میتونم بدم 143 دلار هستش برای سولانا ممکنه هیچوقت وقت این اوج تاریخیش رو توی 269 نزنه آلت کوین ها رو بسیار مواظب باشید و در پایان ارز بایننس رو هم با هم مرور بکنیم این هم خب خیلی چارت بولیشی داره اومده دقیق زیر یه مقاومت خیلی مهمی روی 300 و در واقع 400 دلار گیر کرده خب اینجا ممکنه یه پول بکی رو مشاهد باشیم ممکنه هم شاهد نباشیم اگه این 400 دلار رو رد کرد من منتظر اونم که برگرده دوباره یه پول بکی به 400 دلار بزنه بعد بخوام وارد شم البته این ارزو چون بایننس هم درگیر کلاهبرداری و پولشویی و زیر ذره بین نهادهای مختلف هستش زیاد حالا من بهش اعتماد ندارم هر جا که من ببینم چارت بهم به وقت ورود میده 100 درصد توی بایننس هم وارد خواهم شد و میرسیم به پایان این ویدیو امیدوارم که مفید بوده باشه براتون حتما نظراتتون رو توی قسمت کامنت برام بذارید و موفق باشید